به نام خدای بزرگ. پشت پرده چه کارهایی می شود؟ دلیل توافق اشرف غنی و عبدالله عبدالله، مارشال شدن دوستم و ماجراهای دیگر چیست؟ سلام دوستان عزیز، امید که صحتمند باشید. برای خبر شدن از تازه‌ترین و موثق‌ترین خبرهای افغانستان و جهان، معلومات عمومی و حقایق جهان، کانال یوتیوب تازه نیوز را سابسکرایب کنید و منتظر حمایت و نظرهای شما خوبان می باشیم. دلیل توافق اشرف غنی و عبدالله عبدالله، مارشال شدن دوستم و ماجراهای دیگر چیست؟ در ادامه با تازه نیوز باشید. چانه‌زنی برای دستیابی به یک توافق سیاسی بین اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله که همزمان با او اعلام ریاست جمهوری کرده بود از اوایل حوت سال گذشته آغاز شد و حدود 3 ماه زمان گرفت. مذاکراتی که پشت درهای بسته برگزار می شد به قول منابعی که با آنها صحبت شده بارها به بن‌بست رسید. نقش رهبران میانجی چون حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، عبدالرب رسول سیاف رهبر حزب دعوت اسلامی، محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت افغانستان و محمد یونس قانونی رهبر حزب افغانستان نوین که برای حل اختلاف ها بین دو طرف اعلام آمادگی گرفته وارد میدان شده بودند. این هیئت 4 نفری پس از مذاکرات به حرف‌های هر دو طرف گوش داده و به آنها درباره چگونگی توافق روی موارد اختلافی مشوره می‌دادند. مذاکره کننده اصلی از جانب اشرف غنی، حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی که از مهره‌های قابل اعتماد غنی در ارک ریاست جمهوری است، در میان راه با آقای محب برای مذاکره همراه شده است. مذاکره کننده اصلی از جانب سپیدار خود آقای عبدالله بوده است. این مذاکرات هم که در محل کار عبدالله عبدالله برگزار می شد، در 2 هفته اخیر شدت بیشتر گرفته بود و تقریباً هر روز آقای محب از ارگ به سپیدار می رفته است. در روزهای نخست آغاز مذاکرات بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله، موارد اختلافی و موارد مناقشه به حدی بوده که باور رسیدن به یک توافق را دشوار می ساخت. خواسته هایی که از طرف آقای عبدالله مطرح شده بود، واکنش شدید ارگ را در پی داشت. باطل شدن نتیجه انتخابات، ایجاد پست صدر اعظم اجرایی و بعدتر صدر اعظم امور صلح و قرار گرفتن خودش در رأس این تشکیلات، سهم 50% در قدرت، اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم از خواستهای عمده آقای عبدالله بود. توافقنامه بین دو طرف نشان داد که آقای عبدالله تنها به بخش از خواسته های اولویه‌اش دست یافته است. او در روز امضای توافقنامه هم گفت که برای مصلحت ملی قربانی داده است. جنرال دوستم در دقیقه 90 مارشال دوستم شد. صبح روز امضای توافقنامه متحدان ارشد ثبات و همگرایی در خانه عبدالله عبدالله در کارته پروان شهر کابل گرد آمده بودند. تا آن زمان موضوع مارشال شدن دوستم از سوی ارگ نهایی نشده بود. به قول یک منبع نزدیک به عبدالله عبدالله، حدود ساعت 9 صبح آقای عبدالله ظاهرا با حمدالله محب تماس تلفنی گرفته و میپرسد که حکم مارشال دوستم امضا شده است یا خیر. پس از آن که مطمئن می شود این کار صورت گرفته است، تصمیمش برای رفتن به ارگ و امضای توافقنامه نهایی می شود. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری در پاسخ به موارد مطروحه گفت که حالا توافقنامه بین دو طرف امضا شده، در این مورد ابراز نظر نمی کند. تلاش ها برای مارشال شدن دوستم از سالها پیش آغاز شده بود. اطرافیان آقای دوستم برای این کار حتی امضای شمار نمایندگان دور 16 مجلس را جمع آوری کرده بودند، اما این تلاش ها حداقل در آن زمان نتیجه بخش نبود. نظریات شما در مورد توافق اشرف غنی و عبدالله عبدالله و مارشال شدن دوستم چیست؟ نظریات خیش را در کامنت همین ویدیو با ما شریک سازید. تا خبر دیگر، بدرود.